آقای رجبی، به نظر میرسه اگر این گزارش ها رو ما بخوایم مبنا قرار بدیم اتفاق مهمی افتاده، هرچند که کلیت حفاظت از نطنز با این سامانه های S300 مستقر در اون پایگاه هشتم شکاری نیست، هستند پدافند های دیگری که در لایه های دیگر هم از نطنز مراقبت میکنند، اما به نظر میرسه که اقدامی که اسرائیل انجام داده خیلی پیام روشنی داره برای جمهوری اسلامی. شما چطور میبینید؟ این که شما خب بسیاری میگفتند که اسرائیل شاید تاسیسات هسته‌ای رو بخواد بزنه یا مقرهای سپاه رو بزنه، اما آنچه که انتخاب کرد در واقع یک مرکز نظامی وابسته به ارتش بود که این سامانه های پدافند هوای S300 اونجا بود. شما این پیام رو از سوی اسرائیل چطور میبینید، این اقدام رو؟ درود بیکران خدمت شما جناب مدرس و جناب آقای اکبری استاد خودم و همه مردم ایران. موضوع میدونی چی؟ اول در مورد عملیات من بگم، همون دیروز هم ساعت اولیه هم گفتیم که احتمالاً یک عملیات ترکیبی بوده، یعنی اون حدی که میگن ریز پرنده درسته، هواپیماش هم درسته. به دلیلش اینه که خب بالاخره یک عملیاتی که میخواد در این بعد انجام بشه، اسرائیل قبلا نشون داده که بله میتونه از خاک داخل خاک ایران پهپاد بلند کنه، کوادکوپتر بلند بکنه، عملیات انجام بده، اما برای این عملیات احتمالاً از ریز پرنده هایی رو استفاده کرده برای اینکه خب مختصات دقیق رو به اتاق فرماندهی بفرستن بتونه که خوب دقیق بررسی بکنه. خب میدونیم اسرائیل یک مقدار شیوه عملیات هاش با جمهوری اسلامی فرق میکنه، شیوه های عملیات اسرائیل عموما خیلی هدفمنده، یعنی خیلی سعی میکنه با سر صدای کمتر هدف بیشتر. این چیزی هم که مشخص خاصه اینه که خب حتما هواپیماها شلیک کردن، دلیلش هم اینه که حتی کانال‌های وابسته به نیروهای نیابتی هم قسمتی از اون تنه موشکی رو که خب سوختش رو حمل می‌کنه نشون دادن. اما خب اون ریز پرنده‌ها هم احتمالاً درسته، چون شواهدی حتی از مردم دیده بودن که به سمت اجسامی بر روی آسمان پرتاب می‌کردن، اون هم احتمالاً برای ارسال اخبار به اسرائیل بوده. اما برسیم به این که این عملیات چیه، یعنی دقیقا مفهوم این پیام چیه. اگر نگاه بکنیم به جمهوری اسلامی و اسرائیل، اهدافشون از عملیات ها با هم فرق میکنه. اهداف توی عملیات هایی که خود جمهوری اسلامی مستقیما توش وارد میشه، هدف اصلیش موضوع رسانه است، موضوع سرصدا کردن، موضوع یک مقداری اعتماد به نفس دادن به نیروهاش. نوع عملیات ها رو میبینید دیگه، مثلا حتی نسبت به پاکستانش هم همین بود. اینجاست که خیلی موقع اشتباه محاسباتی میکنه، چون هدف براش چی میشه؟ هدف موضوع نظامی نمیشه، هدف براش موضوع رسانه‌ای میشه، سر صدا میشه. اما برای همین هم دیدیم دیگه اون شب که چقدر عجیب بود که مثلا حالا الان حمله کردن، الان رسیدن به اینجا، دیگه کم مونده بود مثلا پیغام هم بفرستن، قبلش اعلام رسمی هم بکنن که ساعت فلان به فلان آدرس میره، که مورد مسخره خیلی ها واقع شد اون نوع عملیات. اما اسرائیل این سبکی نیست، حتی میبینید که هیچ عملیات رو غالبا مسئولیتش رو نمیپذیره. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که اون هدفش عموما اهداف نظامی سیاسیه. قبل از 7 اکتبر هم اسرائیل گفته بود به هیچ وجهی نخواهد گذاشت جمهوری اسلامی به سمت سلاح هسته‌ای بره. بعد از اون شبی که جمهوری اسلامی هر چی داشت پرتاب کرد به سمت اسرائیل، هرچی که فکر میکرد میرسه به سمت اسرائیل به نظر من پرتاب کرد. اسرائیل اینجا دیگه نمیاد یک شبه کارو تموم بکنه بگه خب حالا من الان انتقامم گرفتم، پاسخش رو دادم، جمهوری اسلامی هم برگرده دوباره سراغ لوجستیکش، دوباره برگرده سراغ نقابها. نه، اسرائیل مرحله ای میره جلو، مراحلی که میره جلو به نظرم این مرحله اول. حالا باید ببینیم هدف نظامی، فکر میکنم هدف نظامی مهمی پشت این موضوع بوده، به دلیل اینکه خب بالاخره الان جمهوری اسلامی نمیشه خیلی به حرفاش اعتماد کرد، اما داره این گزارش ها بیرون میاد که هدف نظامی مهمی بوده، هدف سیاسی هم پشتش مهم بوده. دلیلش اینه که جمهوری اسلامی فکر میکرد که شاید آمریکا و کشورهای اروپایی بتونن به اسرائیل فشار بیارن که اگر
حمله بکنه مثلا اسرائیل حمله نکنه، برای همین میدیدیم میگفتن اگر کوچکترین حمله بشه ما مثلا در ثانیه پاسخ میدیم. اسرائیل با این حمله، حالا اصلا کار ندارم که جمهوری اسلامی میگوید کوچک بود یا نه، اون خط قرمز رو که جمهوری اسلامی ادعا کرده بود رد میکنه تا این پیغام رو بده، حتی تنهایی میتونه این عملیات رو انجام بده و نسبت به واکنش جمهوری اسلامی میتونه بره جلو. به نظرم در یک جمله این اتفاق ها شروع یک مسیر جدید در مقابل اسرائیل و جمهوری اسلامی. بله البته آقای رجبی، اگر که اسرائیل رسما مثلا بیانیه رو به وزارت دفاع منتشر میکرد در جریان حمله سپاه پاسداران جمهوری اسلامی به اسرائیل، ما دو بیانیه حداقل از سوی سپاه داشتیم که قبول مسئولیت کردن، از سوی اسرائیل ما همچین چیزی رو ندیدیم. درنتیجه شاید این رو باید حواسمون بهش باشه که اسرائیل رسما قبول مسئولیت نکرد و پیامی که داد انگار که مخاطب خاص داشت.